خب چایی مختلف داریم. خب نسترن، ارکیده، اورگری، چای سبز، چای سیاه، چای تیره. چای تیره چی؟ تو بخوای اختراعش میکنم. چای تیره میخوای؟ آه نه نه، چای سبز میخوام. سبز؟ چشم. بینمون سوء تفاهم پیش اومده، باید راجبشون حرف بزنیم و ختم به خیرشون کنیم. خب بازم خوش اومدی. امروز خوشگلی. بازم خیلی متشکرم. ببین، نمیخوام چیزی بینمون باشه. تو هستی، بقیه چیزا مهم نیستن. اول سر اینا به تفاهم برسیم. خب چی میگفتم؟ ما، یعنی امکان داره که همچین چیزایی پیش بیاد، ولی امره کی بود؟ مهم نیست. تو هستی، چیزای دیگه مهم نیستن. چیزای دیگه برای من مهمن. خب بگو الان کی بود؟ شیما بود نه؟ بگو دیگه، شیما بود؟ بیخیال، عقلت که اومد سر جاش صحبت میکنی. البته اگه دیر نشده باشه. متوجهی که اون به من زنگ زده؟ برجو، اول آیاز رفت، الانم بلند. اصلا حالم خوب نیست. بعضی وقتا حس میکنم دارم خفه میشم. حقیته، منم ازت انتظار نداشتم. تو رو خدا شروع نکن، من به دختر خوبی کردم. نه بدی کردی، تو زن باهوشی هستی که میتونی تفاوت این دوتا رو بفهمی. چت شده عزلم؟ یه چیزی شده دیگه. باشه ادامه نده. رسمن ازش استفاده کردی، شوهات هم انجام دادی، غرور اویکو رو با خاک یکسان کردی. به نظرم باید عذرخواهی کنی، نه به خاطر آیاز یا بلند، باید به خاطر خودت بکنی. این به تو میاد. عزیزم خوش اومدی. من به تو چی گفته بودم؟ چی گفته بودم؟ خیلی خوب، آروم باش. من به خاطر خوشحالی تو این کارو کردم. من الان خوشحالم. منو ببین، من الان خوشحالم. گفتی مثل مامانم نیستم، ولی عین اونی. با هم دیگه هیچ فرقی ندارین. دوتاتونم بی فکرین. دوتاتونم فکر میکنین که با پول میتونین همه چیو حل کنین. من اینو ازت خواستم. چرا اجازه نمیدی بهت کمک کنم؟ مگه من غریبه ام؟ من دوست پسرتم، معلومه که کمکت میکنم. من این کارو واسه خوشحالی تو کردم. چرا اینقدر عصبانی میشی؟ خودخواهی. تو برای خوشحالی من این کارو نکردی، برای آرامش خودت این کارو کردی. فقط برای اینکه با درین کار نکنم. اگه متوجه نمیشدم چقدر این دروغو ادامه میدادی. نگاه میکردی و به هم میخندیدی، دو صورتم نگاه میکردی و این دروغو ادامه میدادی. براتم مهم نبود؟ چطور اینقدر خودخواه شدی؟ چطور؟ باورم نمیشه. شیما به هم بدی کرد، عزلم خانمم به هم بدی کرد. اصلا فکر نمیکردم که نوبت تو هم برسه. پایکو بیلم کن، اصلا دنبالم نیا.
فکر نمی کنم آیکو ببخشتت، ولی زنگ زدن بهش نشون میده که چقدر تو آدم خوبی هستی. بالاخره کارت اشتباه بوده، زنگ بزن. بله، فردا بیا خانه مود. با هم حرف بزنیم، یه سری سوء تفاهم‌ها پیش اومده درستشون کنیم. خب باشه، نمیخوام به خاطر این اتفاقی که افتاده کار تو از دست بدی. اصلا کار؟ چه کاری مگه کاری مونده؟ کارتون برای خودتون، خوبی و بدیتونم برای خودتون، شرکتتون، غرورتون، اعتبارتون که خیلی دوستش دارینم برای خودتون. به من زنگ نزنین، سعی نکنین وجدانتون رو اینجوری آروم کنین. من هیچ وقت نمیبخشمتون. بیادب بیتربیت. عزلم چی کار کردی؟ قرار بود عذرخواهی کنی، تازه میگی بیا سر کار؟ معنی عذرخواهی برای تو اینه؟ انگار داری بهش صدقه میدی. متوجه هستی چی میگه عزلم؟ سیبل بس دیگه، گفتی زنگ بزن زدم، یه الف بچه هرچی دلش خواست بهم گفت. اگه هنوزم ازش میخوای دفاع کنی، خواهش میکنم برو از اینجا. اینجوری نکن، تنها پیر میشی، کسی هم پیشت نمیاد. منم همینطور. اولجای سری بیا اینجا. خونت چقدر قشنگه. تو چته؟ خوبی؟ آره خوبم، فقط به نظرم بریم بیرون بگردیم. باشه بریم. میخوای بریم کلاب؟ من زیاد از رقص خوشم نمیاد. شاید خوشت اومد، چه میدونی؟ باشه، پس من برم از این لباس خلاص شم بعدش بریم. باشه. ملکه چطورین؟ چی شده؟ ازت فقط یه سوال میپرسم، میخوام راستشو به هم بگی اولجایی. حتما ملکه، من کی دروغ گفتم؟ بپرسی. طبق گفته یایا سوشو یه اویکو یه سری اتفاق ها افتاد، ترها عوض شدن، مانکن ها اشتباه فرستاده شدن. مسبب اینا کیه اولجایی؟ خب آره یه سری اتفاق ها افتاد. کار شیما بود؟ چیزه، یعنی خب چیزه ملکه. خب پرسیدم کار شیما بود؟ راستشو بگو. بله ملکه، کار اون بود. خوبه، فردا زنگ بزن به شیما، بگو برگرده سر کار. یه کار کوچیک باهاش دارم. سال هاست کسی برای من همچین چیزی آماده نکرده. من واقعا احساساتی شدم. خیلی ممنونم اته، تو واقعا آدم خوبی هستی. راستش خواهرم بورجو، به همه چی فکر کردی، همه چی خیلی خوشگله.
ممنونم. خواهش میکنم. تو یه دفعه از کجا پیدات شد؟ اتفاق سرنوشت. پیشنهاد کاری تنو سر جاشه؟ خودتو آزاد کن و راحت باش. از بینیت نفس بکش. رو نفس کشیدن متمرکز شو. الان مثل یه دریای ساکنی، یه باد آروم هست. باد شو. آره خب اگه بتونی باد بشه که راحته. آی کو، میشه متمرکز بشی لطفا؟ اوف. دم و بازدم. حالا از وجودت فکرهای بد و بیرون کن. فکرهای بد و میندازم بیرون. برو آیاز، آیاز عوضی، تو رو از وجودم میندازم بیرون. امروی کسافت، امروی بیفکر، شیموی احمق. با هر نفسی که میکشی ذهن تو از فکرهای بد پاک میکنی. ازت راحت میشم آیاز عوضی. تازه به میگی شیما زنگ زده نه من. خب بهش رو نمیدادی؟ مثل مادرش دیگه، بی فکره. ساده. بدیها ازت دور باشن. آیاز ازم دور بشه. گم شو امری. سر فکرهای بد داد بزن و از وجودت بندازشون بیرون. آیاز عوضی، امری احمد، همه چی تقصیر توی رابطه خوبم رو خراب کردی. تازه سورپرایز آماده کرده. تو رو چه به سورپرایز درست کردن؟ آخه تو اول خودتو درست کن بزن. مرجو، این قرار بود ما رو آروم کنه. من بیشتر اعصابم خورد شد. چه میدونم، استادم بهم داد گفت اعصابت خورد باشه آرومت میکنه. بایسته ببینم استادت مرده؟ آره. آها، واسه همونه باید حس میزدم. مرده دیگه، چی میخواستی بشه؟ راست میگی. اوف، حالا ما با اینه چی کار کنیم آخه؟ برجو نمیدونم. بعدش با گیزم اومدیم تو، دیدم که همچین سفره پهنه. دخترم فکر کرد من آمادش کردم، منم نتونستم چیزی بگم. خلاصه تا داشتیم به هم دیگه نزدیک میشدیم، یهو یه صدایی از تو اومد. نگاه کردیم دیدیم هیچکی نیست. بعدشم گیزم رو رسوندم خونه، ولی به این وضعیت خیلی شک کردم. یعنی به خاطر این میز و اون صدای دیشب مطمئنم که یکی اینجا بوده. خب ببینیم. وای، غذا هنوز داخله، یعنی امکان نداره از اینجا دور شده باشه. آه ببین ببین، نونا از چپ به راست خورد شدن، پس یعنی ممکنه قاتل چپ دست باشه. شریک اگه اینجوری کنی واقعا ناراحت میشم. شریک فکر نمی کنی داری زیاده روی میکنی؟ اصلا، چون که این برای من خیلی مهمه. خب اگه میگی که به برجو شک داری، پس برو به برجو زنگ بزن. اگه فقط به برجو شک داشته باشم که خوبه. شیما؟ به نظرم اول از برجو بپرس. بذار یه پیام بهش بدم. آیاز اگه ببینه که واسه درین داره اینجوری آرایش میکنی چه فکری میکنی؟ برای درین نیست عزیزم، این اولین روز کاریمه. شلخته برم؟ راستش اصلا نمیدونم کجا درین میره. خب میدونه که پیش اون کار میکنی؟ بهش پیام دادم، حتی جوابمو نداد.
بیا پیشم، کارت دارم. کیه؟ داداشم. چی کار کردی که اینقدر پیامش عصبیه؟ اوف چه میدونم، حتما بازم از یه چیزی عصبانی شده. من پاشم برم فضولیم گل کرد به خودم. باشه عزیزم، برام دعا کن. برا دعا میکنم. ای برجو، آدم اولین روز کاری رفیقش اینجوری بهش انرژی میده، درسته؟ موفق باشی دختر. خوب شد؟ آره، ایشالا همه چه خوب میشه. آره میشه، میخواستم بگم استرس نگیر، ولی خب دیگه اصلا بهتر دیر شده، چون که دیگه استرس گرفتم. پس کار تموم شد، بریم دخترونه با هم دیگه بگردیم. دخترونه؟ فکر عالیه، چون خیلی لازم داریم. خب باشه بازالی، میبینم ایت، بای. چی نوشته؟ خیلی خیلی میام. خیلی خیلی چیه؟ یعنی خیلی خوب دارم میام، جوونا مختصر حرف میزنن دیگه. خوبه، با من که کاری نداری، من دیگه میرم. کجا داری میری؟ راجع به اویکو که حرف نزدیم. آخه چی بگیم دیگه، حرفی نمونده که. میگن خوبی کردی بریش تو دریا، کاری که آرزو داشت و من اومدم براش ردیف کردم، اونم به جاش رفته پیش درین احمق سر کار داره کار میکنه. ولی شریک، معلوم بود که نتیجه اون کار همین میشه. آره ولی دیگه خودش میدونه چی کار میخواد بکنه، منم میرم دنبال زندگی خودم. تو هم همین کارا بکن، بی خیال این چیزاشو. گیر نده، زنا گیر میدن، ما گیر نمیدیم، ما ادامه میدیم. آدم خوبی که باشی ازت سواری میگیرن. من تا پیدا نکنم که این کارو کرده بی خیال نمیشم. ولی تو هم درست میگی دیگه، نباید خیلی بهش گیر داد. پند جدید زندگی، منتظر نباش، ادامه بده. وانت دار شدی؟ خیلی خوب، پس منتظر نباشه، ادامه بده، برو. یعنی چی؟ امروز هم کارا رو من بکنم؟ خب هر روز من کار میکنم، امروز تو کار کن. نه بابا، کار قبلی رو کی گیره؟ اگه من آرومشون نمیکردم تو نمیتونستی کارو بگیری. نه بابا. پس کارت که تموم شد بیا کافه ایلکر، یه چیزی بخوریم مردونه. خیلی خوب میشه، حالمونم عوض میشه. خب پس خبر بده. خیلی خوب دیگه، برو بیرون، سر کلاسم خوب درس رو گوش بده، شیطونی رو دوام نکن. بده من از دست تو. از دنیا بشیما، از دنیا بشیما، صدامونو میشنوی؟ شیما صدا تو نمیشنوم، اول جای رد و برق بهم زده. رد و برق نه، ولی یکم دیگه من میزنمت. اول جای تو هم بزن، همه منو زدن جز تو هم بزن. پاشا بریم سر کار. کدوم کار؟ عزلم خانم گفته بیای، دروغ که ندارم بهت بگم. سلام برسون. سلامت باشی عزیزم. زود باش پاشو آرایش کن، سر حال شو، رنگی بپوش. اون مته احمق تو رو از دست داده، تو به اون احتیاجی نداری. برو تو خیابون ببین چی میشه. خوشگلی ها. اوف. داره دیرم میشه، من رفتم. پول داری؟ نهار چی میخوری؟ برات پول گذاشتم، ولی نگران نباش، قرض میدم، بعدم با سودش پس میگیرم. مو قرمز دوست دارم، ناراحت نباش، همش میگذره. خیلی خوب، وضعیت چطوره؟ ای بدک نیست. چیزی هست که بخوای به من بگی؟ نه مادر. مامان جان، مگه قرارمون این نبود که چیزی از هم مخفی نکنیم؟ خیلی وقت خرجای مدرسه جمع ندادم، برای امتحانای امسالشم باید کلی کتاب بخرم، نمیخواستم کلاس فوق‌العاده براش بگیرم ولی مجبورم. از اونورم که شهریه این مدرسه هست، هی پول میخوان از آدم، عصبی شدم. چقدر لازم داریم؟ خیلی لازم داریم. نگران نباش مامان جون، امروز اولین روز کاری دخترته، حسابی کار میکنم، خیلی پول در میارم. قول میدم با هم درستش میکنیم.
وای دختر خوشگل من، دختر عاقل من، قربونت بشم من. درسته یکم عاقلم. یه وقت به جم چیزی نگی. باشه ببین یه عاقل دیگه همونم اومد. چطوری فرفری؟ فرفری خودتی. امروز امتحان دارم. امتحانه چی داری؟ تاریخ جنگ جهانی اول. پس بگو ببینم دلیل جنگ جهانی اول چی بوده؟ دلیل واقعیش مواد معدنیه، ولی یه دلیل علکی هم داره. انگار میگفتن یکی یکی رو کشته. نکنه پرنسس سربستان و ایکو آجار پرنس مجارستان آیاستین چرا کشته بوده؟ آف آبجی. آبجی را بیاب تیرمون میشه. خدافز مامان. که اینطور؟ دیگه تو صورتم هم نگاه نمی کنی؟ دلم برات تنگ شده. قراره دیگه اینطوری باشیم؟ مقصرش توی. آیاز من مادرتم. واقعا مادرمی؟ یه مادر که اینجوری رفتار نمی کنه. اونم مادر من اصلا. یادم نرفته بای کوچیکا کردی. به این راحتی هم یادم نمیره. من دیروز به دختر زنگ زدم. به آیکو هرچی بهش گفتم برگرده سر کار، داد و بیداد کرد. خب جلوی همچین کسی من چی کار میتونم بکنم؟ مثلا میتونی طرز حرف زدن تو عوض کنی؟ میتونی به کلماتی که میگی دقت کنی؟ از ته دلت حرف بزنی؟ اصلا بخوایم دیگه بر نمیگرده. احتیاجی به کار نداره. پیش یه عکاس به اسم درین کار میکنه. درین؟ حالا فهمیدم. پس واسه همین به خودش اجازه داد با من اونجوری حرف بزنی. تو عوض نمیشی. پس منم عوض نمیشم. میتونی به دلتنگی ادامه بدی. بیا پیشم کارت دارم. میتونست مؤدبانه تر باشه. اصلا وقت مؤدب بودن نیست بورجو. چی شده؟ باز من چی کار کردم؟ والا اینو تو باید بگی. این چیه؟ منم همین سوالو ازت داشتم. نفهمیدم بورجو. تا امروز برای اینکه از شیما جدا بشم هزار جور کار کردم. بعدش دیروز منو با گیزم فرستادی سر قرار. بعدش هم برای اینکه ما رو به هم دیگه نزدیک بکنی اومدی اینجا رو درست کردی. درسته یا نه؟ من اینجا رو آماده کردم. کارگاه منم اینجوریه. خیلی قشنگه. چقدر خوش سلیقه‌ای. ممنون. تو راحت باش، من سری میام. که رسمن خونه است. این آدم اینجا میخوابه؟ این آدم اینجا میخوابه. چیزه ببخشید. اینجا هم خونمه هم آتلیمه. یعنی اینجا میخوابم، کار میکنم، غذا میخورم. میدونی همه چی اینجاست. خب راستش خوب درکت میکنم. مثل دفتر خونگی. منم بهترین طرحامو با پیژامه تو خونه کشیدم. البته خب چرا دارم اینو برای تو توضیح میدم؟
اگه بخوای میتونی اینجا با پیژامه بگردی، برای من مشکلی نیست. همه چی آزاده، راحت باش، هر طور که میخوای. خب امروز اولین روزه، یه ذره درس بخونیم. آماده ای؟ آمادم استاد. شماره دانشجویی چنده؟ نمیدونم چند باشه. یک باشه. همیشه شماره یک باش. خیلی خوب، دنبال من بیا. ده آخه چرا دخالت میکنی؟ ها؟ چرا سرتو تو همه چی میکنی؟ من میگم نمیخوام برنامه ریزی کنم، میخوام همه چی خودش پیش بره. بعدش میام میبینم توی خونه سفره چیدی. دخترم فکر کرد من درست کردم، منم چیزی نگفتم. آی باشه داداش، برای خوشحالی تو کردم. خوب من خوشحالم یا ناراحت؟ حالا گیریم که ناراحتم. چرا تو ناراحتی من دخالت میکنی؟ من با ناراحتیم هیچ مشکلی ندارم، بزنی راحت باشم. خب ناخه تو دفتر خیلی خوشحال بودی، خیلی وقت بود که تو رو اونطوری ندیدم، نمیخواستم خراب بشی. ببین برجو، تو خواهر کوچیک منی، بار آخر دارم به هشدار میدم، تو همه چی دخالت نکن. بعدم این تصفیه حسابا و بازی ها اصلا برای زندگی تو نیست، منو یار کسای دیگه که میشناسم میندازم. نکن نکن. اومدم ملکه، اومدم. صبح خیر ملکه. دختره رو میخواستی بیاری، چی شد؟ شیما رو؟ چیزه ملکه، شیما افسرده شده، یعنی داغونه، حالش خیلی بده، از خونه نمیاد بیرون. بهش گفتم بیاد ولی نیومد، همش تقصیر اون میته است. ببخشید. ازت یه کار ساده خواستم، حتی اونم نتونستی. میشه بهم یادآوری کنی چرا نگهت داشتم؟ چون من صادق ترین کارمند شما. فهمیدم، باز افتاد گردن خودم. آدرس رو اینجا بنویس. آدرس؟ ای خدا. آدرس هم می نویسم. خب ملکه، وارد این کوچه که شدین یه قصابیه که بهش پشت کنین روبرتون یه خرازیه. میتونی بری اولجای. آها چیزه، به ساختمون قرمز است. چیزم داره جلو در چیز داره. چیزه دم در چیز نوشته اولجای تو، نوشتم که یه وقت شناخته نشه. اولجای تو. خب اویکوی شماره یک، بگو ببینم عکس ساده چیه؟ عکس ساده؟ استاد برقارف، من نتونستم اونو بخونم. باشه پس عکس پیچیده چیه؟ عکس پیچیده؟ آه میتونه چیز باشه، عکس تو گالری، عکسی که گرفتی، عکس من. البته آیاس خیلی عصبانی شد، ولی بشه، اون گاوه نمیفهمه. آه مثلا میتونه عکس گاوم باشه. چرا؟ چرا عکس گاو؟ چون گاوا همه جای زندگیمون هستن و میتونیم با چشم غیر مسلح ببینیمشون. باشه. خب عکس ساده؟ عکس ساده مردی که گاو نیست. آره مردی که گاو نیست، چون که همه مردا گاون، مردی نیست که گاو نباشه. به خاطر همین عکس مردی که گاو نباشه عکس ساده است. مرسی واقعا ممنون. ولی من اینو برای تو که نگفتم درین، یعنی چیزه، من تو رو هنوز نمیشناسم، ولی تو اصلا تیپ گاو نداری. تیپ گوساله چی؟ ببینم. نه اصلا تیپ گوساله هم نداری، به نظرم تو شبیه یه چیز خوبی. تو شبیه سنجابی، ولی سنجابا خوبن، همش فندق میخورن. عکس ساده قدرت تخیل عکاسه، دنیای خیالیشه، یعنی میتونیم به اشیا یا انسان‌ها
معنی ببخشی. آه، مثل چیز؟ مثلا همونی که به من گفته بودی میتونی خوشبختی رو نقاشی کنی؟ یعنی آره، میشه اونطوری هم گفت. حافظه بویایی قوی ترین حافظه تو آدمه، اشتباه نمی کنه. این اودا خاصه، برای امروز خریدم. منم هنوز بوشو نکردم. بعد از سالها یکی از ما وقتی یه جای این برو حس کرد، یاد امروز میفته. تو میگی روزیه که یاد گرفتم عکس بندازم. منم میگم چه روز خوبی بود. شروع کنی. اینجوریه. عضلات از بیرون شبیه بادکنکه، ولی مثل اینکه توشون خالیه. داداش چیکار کردی؟ نتونستی در رو باز کنی؟ میرفتیم تو جان انتخاب میکردی. پسر ندیدی منو چطوری زد؟ خطا کرد، کارش خارج از انسانیته. خیلی خوب باشه، حالا بگین چیکار کنی؟ شما نگران نباشید، روزگارشون رو سیاه میکنی. با گری از اینجا میرم. میبینی؟ بریم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.